ایستل سوی دی او د دوی نوم ختم سوی دی. زه درود په هغه شهید باندې وایم چې په خپل ژوند کې حتی د یو کوڅې نوم یې په خپل نوم ونه کړي. اما د ده کارنامې هغه غیور ملت یعنی افغان ملت و دې ته مجبور کړی دی چې نن د ده د مرګ نه وروسته د ده د شهادت نه وروسته کوڅې بازارونه پارکونه او شارونه او غونډې جوړېږي او د ده په نوم کېږي. دا آسانه کار نه دی، دا داسې مفت د چا په لاس نه راځي، دا د هغه کارنامو نتیجه ده چې دوی د خپل د مرګ نه وروسته لاسته راوړي. زه غواړم د هغه افغان په باره باندې وژغېږم چې په وطن مین و او د خپل د دغه مینې سره یې د شهادت جام وچش او تر ننه پورې د ده عزت په ګران افغانستان او په ټولو افغانانو باندې دی. زه غواړم د هغه افغان په باره باندې وژغېږم چې هغه د ګران افغانستان آبادی، سوکالی او آرامی هیله وه او د دغه هیلې سره شهادت یې ومنل، اما د غلامي کړې یې په خپل غاړه کې وانچول او نن شهادت هغوی ومنل او یو ملت چې د افغان ملت دی په هغه باندې سرفراز دی. غواړم چې ډېر یو لنډ داستان تاسو ته ووایم پس له دې نه چې غازی اعلیحضرت امان الله خان د افغانستان نه ووتی تر څو چې شهید محمد داود خان رئیس جمهور نه و، د هغوی یعنی د غازی اعلیحضرت امان الله خان عکسونه په مجلو کې په اخبارو کې او په رسانو کې نه چاپېده. د اولین ځل دپاره پس له 50 کال نه د شهید محمد داود خان د ریاست جمهوري په دوره کې د غازی امان الله خان عکس بیا هم په اخبارو او رسانو کې چاپ شو او حقیقت د ده په هغه مفکوره باندې سر ته ورسېده. او نن خدای او ده ته دغه ثواب ورکړی دی چې دی هم پس له خپل مرګ نه افغانان په ده باندې ویاړي او د ده شهادت خپل افتخار ویني. خبری دیری دی ما تا امر سوی دی چه در طول شهیدان در سپیچول شهیدان و پهک لبانی یو شیر وایم. ما در روحانی صاحب یو شیر انتخاب کرده دی نو دا شیر در سپیچول شهیدان و پهک لبانی سوی دی. ستا په میړانه تل کړو افتخار شهیده، ستا
په میړانه باندې تل کړو افتخار شهیده دا قربانی دی مشتفی ته ده یادگار شهیده په سرکو وینو رنگین ښکلی بدن شو کنه ستا په سرکو وینو آزاد زموږ وطن شو کنه دا سرې جامې د وې په غاړه ستا کفن شو کنه په خپل سنګر کې دې مزار ښکلی مدفن شو کنه سره بایرهونه دي رپیږي په مزار شهیده په هېڅ ډګر کې د دشمن نه وېرېدلی نه په هېڅ ډګر کې د دشمن نه وېرېدلی نه په سپین میدان ورته ولاړ وې تښتېدلی نه ته لکه غر د خپل سنګر نه خوځېدلی نه ته وې مخکش د جنګ په لور بلې خوا تللی نه په آخرت دیشه نصیب په آخرت دیشه نصیب د رب دیدار شهیده لوړ مقام در کوي ټول کائنات تا ته درود تا ته سلام در کوي دا پرشتې د جنت زیری او انعام در کوي د جنت حوري د سرو لبانو جام در کوي د خدای رحمت وي همیش ستا په کردار شهیده داستا جهاد په پیسو باندی دلالان خرڅوي داستا جهاد په پیسو باندی دلالان خرڅوي وسله او تاندی ډیر ارزان خائنان خرڅوي دوی خپل وطن او خپل سیمه او وجدان خرڅوي په سوداګرو باندې خپل دین و ایمان خرڅوي کان لعلون دی شو خرڅ په هر بازار شهیده هر څه تالا شو دا عزیز وطن دی وران شو کنه وړه هېواد خرابه او قبرستان شو کنه بېګناه خلق پکې مړه ځینې زخمیان شو کنه مېرمنې کونډې شوې مېرمنې کونډې شوې وړه یتیمان شو کنه خپلوانو سپک کړو خپلوانو شکوکړو څنګه ده د اغیار شهیده خپلوانو شکوکړو څنګه ده د اغیار شهیده سرخ د راپورته په کمپو کې ناروغان ووینه سرخ د راپورته په کمپو کې ناروغان وګوره مشا تکونی او سلوزی یتیمان و مبوره دا آواره او در پدره و وطنداران و مبوره دا غم سبله دا غم سبله در دیدله افغانان ببینه ستا برکت روحانیت دا انتظار شد لخدای مشته اتفاق او اتحاد او غواړم لخدای مشته اتحاد او اتفاق او غواړم مشته د سمی لاری لوری او ارشاد او غواړم مشته ولس
ولست كاميابي بخبل جهاد وغورا مشت انصاف او عدالت مشت مراد وغورا شروحانی سر شیمل و سملار شهید شروحانی سر شیمل و سملار شهید و سردار محمد داود خان شهید محمد داود خان ارواد شالی په پای کې به هم زه ستاسې نه مننه کوم په خاصه توګه موږ دلته یو ډېر محترم او معزز میلمه د افغانستان لرو چې دوی ځان د ریاست جمهوري دپاره هم کاندید کړی دی دا زموږ محترم ورور او میلمه محترم میرویس یاسینی صاحب دی زه د زړه له کومې نه یاسینی صاحب ته شراغلاست وایم د دوی موفقیت د لوی خدای نه غواړم خدای مو همیش بریالی موفق او سرفراز ولنه ډېره مننه دوستای عزیز امیدوار هستم بقیه کسای عزیزایی که من و میخواین حرفایی داشته باشن لطفا کمک مختصر اگر بگیرید که وقت ما کم است پروگرام ما قسمی که باید آغاز بشد نشد مواختر شد لحاظه همین تایم کمی ذخیره اگر کرده بتانیم کار خوب است یک موضوع رو میخواستم و در دل مانده بود اگر با شما نگونم. در مراسم بخاکسپاری بقایای اجساد شهدای ملی ما از ورای تلویزیون های از افغانستان برای ما میرسه و ما مشاهده میکردیم در جمع مدعوین و کسایی که در حوجه حضور داشتند چهره های هم بود که در این بقایی متهم هستند دست داشتن و در صحنه ها حاضر بودن اما درس بزرگی که ما گرفتم از این مسئله جبر زمان حقیقت زمان و حقیقت تاریخ و متوجه شدن افراد صالح مملکت این می رسانه که ما را مجبور و کسایی را هم دیدم که از برابر تابوت این دو برادر شهید سرفکنده تیر می شدم درس بزرگی بود برای من و این تجربه بزرگ تاریخی است که برای ما می گردیم همیال هم وقت است همیال هم وقتش است که ما وقتی از این سالون خارج میشیم با تعهد خارج شدیم تعهدی از این که خود بشناسیم شخصیت های ملی خود بشناسیم رهبرای خود بشناسیم تا در آینده 30 سال دیگر منتظر نشیم تا ما هم با چنین صحنه روبرو شویم و عملا خود ما شرکت داشته باشیم درس بزرگی است دوستای عزیز هموطنهای گرامی حاضرین در مجلس و حال از یک خانم فعال در جامعه افغانی در شمال کالیفرنیا خانم ناجیه کریم قیومی تقاضا بگیم که تشریف بیارم در افتخار خانم به نام خداوند بخشاینده مهربان
با عرض سلام و احترام به حضار محترم مجلس و درود به روان پاک شهیدای کشور ما و خاصتا شهید محمد داود خان و فامیل محترمشان. ای دیده صبر کن که شکیبا گریستم، از جور روزگار چه شبها گریستم، بر رفتگان خیش چو دریا گریستم. اشکم نشست چهره گل را به بوستان، با خون دل چو لاله و صحرا گریستم. شورت ز سر نرفت چی شیرین فسانه ای، شورت ز سر نرفت چی شیرین فسانه ای، چون کوهکن واله و شیدا گریستم. سیل سرشک قصر دلم را خراب کرد، بر اشک چشم مادر دنیا گریستم. در پیچ و تاب چرخ چو اشکم گری گرفت، در پیچ و تاب چرخ چو اشکم گری گرفت، پنهان ز چشم مردم دانا گریستم. بر یاد کشتگان و عزیزان خاک خیش، بر یاد کشتگان و عزیزان خاک خیش، پنهان و آشکار و هویدا گریستم. مادر بمرد و کودک او تشنه لب بماند، مادر بمرد و کودک او تشنه لب بماند، بر کودکان بی سر و بی پا گریستم. بر روضه مبارک شاه ولایتش چون کهکشان تا به ثریا گریستم. ویران گشت کشور زیبای باستان، بر حال گبر و مومن و ترسا گریستم. دست ستم معبد بودا خراب کرد، بر پیروان هندو بودا گریستم. نیجم به جای مان نه اسکندر و درش، نیجم به جای مان نه اسکندر و درش، بر تاج و تخت خسرو و دارا گریستم. بس خواب کرد مادر گردون به دامنش، بس خواب کرد مادر گردون به دامنش، بر خاک کاسه سر کسرا گریستم. بنیاد ظلم کشور ما را خراب کرد، بنیاد ظلم کشور ما را خراب کرد، بر کشتگان میهن زیبا گریستم. پروانه سوخت از پی سوز و گدازشم، بی کس منم که یکم تنها گریستم. بر گوش غیر گریه و سوزم اثر نکرد، از سوز عشق خیش سراپا گریستم. سجده کنان روان بدر کعبه و حرم، در بارگاه ایزد یکتا گریستم. اشکم دگر کجا که بریزم به پای دوست، اشکم دگر کجا که بریزم به پای دوست، بر بخت شور شاعر فردا گریستم. ای دیده صبر کن که شکیبا گریستم. تشکر از لطف. جنایتونو آغاز د مرحوم شهید داود خان او د هغه د کورنۍ نه وشو. زمونږ په میلیونونو وطنوال شهیدان کړی شو او در په در کړی شو. دوی بیننګي قبول نه کړه او ځان یې د افغانستان په ننګ شهید کړو. یو پښتنه پیغله وایي که د وطن په ننګ شهید شوې، که د وطن په ننګ شهید شوې، په تار د زلفو په کفن درته ګنډمه. جوانا وای که په میوان کې شهید نشوي، که په میوان کې شهید نشوي، خدای ګلاله یا بیننګۍ له دې ساتینه. زه د پروګرام په دې برخه کې د ولسي جرګې مشر مرستیال میرویس یاسینی ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ ته خپله بیان راکړي. میرویس یاسینی، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين.
وبعد، قال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم. مادران وطن، بزرگواران وطن، هم وطنان عزیز، خوشحال هستم که امروز در دیار مسافرت بین شما عزیزان به خاطر تسلیت بزرگ و بزرگ داشتی این روز اشتراک دارم. قبل از اینکه در حوالی موضوع عقایدی را خدمت شما داشته باشم، میخواهم که یک اصل دینی را خدمت شما در رابطه با موضوع عرض کنم. فیلسوف بزرگ اسلام علامه شاطبی در قرن دوم هجری در سرزمین مراکش فلسفه اسلام به طوری بیان دارد: اسلام دین رهبانیت و اسلام دین کلیسا و صومعه یا چرچ و یا سنگاه تنها نیست. اسلام دین دنیاست، ضابطه حیات است و مشعل راه. از خود مصالح دارد. مصلحت اول حفظ دین است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا نكرم انسان فالوردگار میفرماید، ولیکن بر عبادت. فلسفه وجود انسان عبادت است. دوم، حفظ النفس است که برای اداء عبادت باید انسان نفس داشته باشه. و سوم، عقل که بدون عقل نمیتواند یا نفس داشته باشه و یا جن داشته باشه. و چهارم، حفظ المال است. و پنجم، حفظ العرض است. و امام غزالی در مستصفای خود اصل ششم که او را حفظ النسل بگه هم اضافه می فرماید. شهید داود خان از بین مصالح خمسه عرض وطن خود را گرانبها دانست و خون مقدس خود با 29 نفر از اعضای فامیل محترمشان نثار وطن و نثار عزت افغانستان کرد. درنو وطنوارو، دو اصلا مطرح دی دی قضیه نورسو کرد او دو وجیبی مونتا مطرح دی دقا با برکت مجلس چنن تشکیل شوه ده دی هر چه تشکیل کرده ده خیلی دوی تا عجر وردی ده دوی پا حمد درون سلام چیز خون ده وطن قهرمانان یادوی جواندی ملتونا خپل قهرمانان یادی او اینده نسلونو تا ده قهرمانان ده درس و ده تاریخ بشکل پیدی ترسو اینده نسلونو ده دی شهاماتو ده یادونو ما پا عملی جوان که کار واسه. زمون وجیبه داده اول چه دقا مقدس ارمان نا چه دقا محترم او معظم شهید شهیدان و للار سخصالار دخپل پاکی و با عصمت کورنی سر ده شهیدان و ده کاروان قهرمانی او رهبری بکنه. دقا ارمانونه چه با افغانستان که ده ملی وحدت ده اعتلاع ده ترقی ده سوکالی زمون ده ملی بایلک ده رفیدول ارمانو ده وسط. دوهم وجیبه چې زه د ملت د یو استازي په حیث دغه شهید ته او تاریخ ته چې زه دغه کار موږ او تاسې ونه کړو زه به سترګې ونه لرم چې زه تاریخ ته سترګې جګېږم. موږ ګورو چې د افغانستان په داخل کې د افغانستان په خارج کې دغه ملعون صفات مزدوران چې په ظلم او بربریت او صفاقیت سره د دغه ملعون
وینه ځای کړی حضر کړی پیر کړی او د دوه ملیونو شهیدانو مسؤولین دي اوس هم ګرځي. که افغانان وي واقعا موږ ملت یو. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما بريدي بري بانيدو حتى كسان شي لهذو إلى سنة لدغ شهيد أو لدغ باقي كولاني أو لدغ ملت بوينو ككل دابا ما حاكمي تراشي فأفغانستان كي ديو قوي حكومت برا تكسر نشي كولا كسر دو محاكمي دو خداي دو رجل دو حشر أو دو بندر دو محاكمي تكاكلاشي من تاسي تاو هددرگو أو فهم بولو همت دلا سمول کوي او موږ دې چې دا جانيان او دا صفاقان نور وګرځي نور ساسي وخت نه نشم آمدي دې وي شهید داود خان ارمانونه تل دې وي افغانستان ژوندي دي افغانان والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم یاسینی صاحب د احساساتو تک په ویناو څخه ډیره مننه. وزار گرامی قسمی که بیشتر گفتم تعهد ما چی خواهد بود که بگویم ای سردار شهید و هم میلیون ها شهید دیگر وطن آرام بخوابه، فرزندان شما، راه روان راه شما، کسایی که به عقب شما روان است راه شما را ادامه خواهد داد و ملت سرفراز افغانستان یک بار دیگر در مقابل مصائبی که امروز با او مواجه است قد خواهد برافراشت و امو شکوه و عظمت خود را باز خواهد یافت به امید از روز. برای اینکه چه خوب گفتن که عمر اگر نیک بود زندگی نو کم است، عمر اگر نیک بود زندگی نو کم است، ور به پستی گذرد نیم نفس بسیار است. و در قسمت پروگرام از آقای دکتر صدیق هوپل، یکی از استادان یونیورسیتی های شمال کالیفرنیا، تقاضا میکنیم که روی استیج تشریف بیارند. آقای صدیق هوپل. شوق صدیق و قهرمان افغانستان سردار محمد داود خان ترتیب شده است. سردار محمد داود خان با شهادت به دست کمونیست ها یعنی خلقی ها و پرچمی ها که نوکران حلقه پوش روزها بودند برای نسل های آینده افغانستان یک نمونه و درس وطن پرستی از خودگذری مقاومت و شهامت را عملا نشان داد. یک نویسنده مکزیکی به نام امیلیو زپاتا می نویسد: من ترجیح می دهم که به افتخار و سربلندی بمیرم از اینکه به ذلت، بردگی و شرمساری زندگی بکنم. اگرچه این نویسنده این کلمات را تنها در قید تحریر در آورده، ولی سردار محمد داود خان آن را عملا به ملت افغانستان و جهان ثابت ساخت. سردار محمد داود خان شجاعانه و جسورانه در مقابل خلقی ها و پرچمی ها تا آخرین لحظه حیات مقاومت کرد و افتخار ابدی را با شهادت خود گواهی نمود. اگر به تاریخ معاصر افغانستان نگاه کنیم با وضاحت می‌بینیم که اکثر انکشافات و دیگرگونی های اجتماعی از قبیل قانون اساسی، دادن حقوق مساوی برای زنان،
و امرانات و تغییرات فیزیکی از قبیل امران سرک ها، بندهای آب و برق، تعمیرات و تطبیق پلان های 5 ساله همه و همه در تحت نظارت و قیادت سردار محمد داود خان چی در دوران صدارتشان و چی در دوران ریاست جمهوریشان صورت گرفت. سردار محمد داود خان در 26 سرطان 1973 رژیم جمهوری که با معنای حکومت مردم توسط مردم و به خاطر مردم بود با مردم افغانستان و ارمغان. این مژده بزرگ سردار محمد داود خان احساسات ملی اکثریت قاطع ملت افغانستان و خصوصا جوانان افغان را به جوش آورد که اکثر جوانان رژیم و خواهان رژیم جمهوری احساسات خود در لابلای مقالات و اشعار نشان دهند. من در آن زمان یعنی در 26 سرطان 1973 مؤسس صنف دوم پوانزه ادبیات پوهنتون کابل بود و مانند یک تعداد زیاد از محصلین افغان یک قطعه شعر را به افتخار و نام رژیم جمهوری نوشتم و در یک سمپوزیم‌های ادبی پوهنتون کابل او را قرائت کردم و آل یک چند سطر از شعر که هنوزم به یاد ما مانده با یادبود آن روز خجستان خدمت شما قرائت میکنم. مبارک باشد افغانستان این نام جمهوری، نوید جنبش از آغاز در فرجام جمهوری. دیگر بیم سیاه روزی نباشد در دل افغان، امای خرمی بنشست تا در وام جمهوری. نوا و گریه طفل یتیم و ناتوان و زار، نوا و گریه طفل یتیم و ناتوان و زار، بشادی شد به دل بشنی تا پیغام جمهوری. چو شد جمهوری افغان شکر در کام ما صدیق، چو شد جمهوری افغان شکر در کام ما صدیق، بنا کن شعر نو آهنگ نو بر نام جمهوری. طوری که همه میدانیم وقایع و جریانات گذشته مقدمه تاریخ آینده یک مملکت است. هر ملت در افکار، اعمال و کردار خود تاثیرات وقایع گذشته تاریخ آن ملت را نشان می‌دهد. افتخارات امروز یک ملت نتیجه از خودگذری‌ها و فداکاری‌های اجداد آن ملت است. امروز که افغانستان لقب قبرستان عساکر متجاوز را کسب کرده است، اما به خاطر از خودگذری‌ها و اعمال قهرمانانه رهبران واقعی و ملی مانند سردار محمد داود خان و مجاهدین صادق و سربکف راه استقلال و آزادی افغانستان بوده است. سردار محمد داود خان هرگز مایده ننگین گندمک و خط دیورن را به رسمیت نشناخت و تا وقتی که زنده بود نوای دام پختونستان زموج را از طریق رادیو افغانستان نشناخت. و امروز متاسفانه به خاطر عدم موجودیت و نداشتن یک رهبر ملی، یک رهبر صادق، یک رهبر متدین، نه تنها نوای داغ پختونستان زموج خاموش شده، بلکه نزدیک است که باز ولایت عمده خود را از دست بده. اگرچه از شهادت سردار محمد داود خان اضافه تر از 30 سال نگذرد، ولی وطن پرستان واقعی افغانستان هنوز هم خود را عزادار می‌داند. و گفته شاعر، هزار سال گذشت از وقایع مجنون، هزار سال گذشت از وقایع مجنون، هنوز مردم صحرانشین سیاه پوشند. حقیقتا سردار محمد داود خان یک عاشق و مجنون واقعی و صدیق افغانستان و در وصف او و تشریح خدماتش هرچی گفته شود کم است و ما میتونیم ساعت ها صحبت بکنیم و کتاب ها بنویسیم. ولی در اخیر گفتار خود میخواهیم یک شعر بسیار کوتاهی که نشان دهنده و بیانگر شهامت قهرمانی این بزرگمرگ تاریخ است خدمت شما قرائت کنم. در مذهب عشق جز نیکو را نکشند،
در مذهب عشق جز نکو را نکشند، لاغر صفتان تلخو را نکشند. گر عاشق صادقی زمردن مگریز، گر عاشق صادقی زمردن مگریز، مردار بود اران که او را نکشند. تشکر. هزار خم نکند مست می پرستان را، هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را. حضار گرامی، در جمله قهرمان هایی که در اون روز سیاه و تاریخی جانهای خود را سپر کردن، مقاومت کردن، یکی هم سایر جان قماندان ارگ جمهوری بود، تا آخرین لحظات مقاومت کرد و با این سردار شهید اونا هم جام شهادت نوشیدند. وفی الله سمیعی یکی دیگر از شهدای امروز بود و همچنان عکسی که در قسمت راست طرف راست من میبینید، با گفته دوستای اولین شهید روز هفته سور است، اولین کسی که اولین افسری که جام شهادت در اون روز در اون سوگاهی از اون روز در قوای چهار زرهدار به این افتخار نائل شد و مردانه شهید شد. غلام حضرت فضلی در سال 1325 خورشیدی در گذر دروازه کنک در غزنی تولد کرد و ای پسر الحاج غلام سخی فضلی و نواسه میرزا افضل احمد خان غزنوی از دودمان مشهور و با احترام در غزنه است. غلام حضرت فضلی در سال 1333 تحصیلات خیش را در مکتب صنایع غزنی آغاز نمود و بعد از ختم دوره متوسط شامل لیسه ادیبه کابل شد. فراغت وی مصادف با دوران صدارت شهید سردار محمد داود خان بود که به فرمان وی فارغان ممتاز لیسه ها جبرن شامل پوهنتون حربی بگردیدن و این نیز پس از یک سال تأخیر ناچار شامل پوهنزه زرهدار حربی پوهنتون گردید. پس از فراغت از آنجا برای تحصیلات عالی تر و ایالات متحده امریکا فرستاده شد و شامل یکی از اکادمی های نظامی این کشور گردید. پس از ختم تحصیل و بازگشت به وطن در قوای چهار زرهدار، جایی که و حادثه از اونجا آغاز شد، به صفت افسر ایفای وظیفه میکرد. صبح روز هفتم ثور در آغاز کودتا از طرف تفنگداران رژیم مزدور به شهادت رسید. غلام حضرت فضلی اولین شهید کودتای ثور است. او مسئول آمریت اپراسیون قوای چهار بود. تانکهای قوای چهار زرهدار که کودتا را از آنجا آغاز کردن، پس از شهادت وی به طرف شهر کابل و کاخ ریاست جمهوری به حرکت در آمدن. وی شخص دلسوز مهربان، از وی یک پسر و دو دختر باقی مانده است. روح شاد و روح تمام شهدای ما شاد باشد. و حال نوبت میرسد به محترم دکتر رحمانی. از آقای رحمانی خواهش میکنم که تشریف برم. دکتر سید رحمانی تشریف دارم؟ بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. صدق الله العظيم. زمدير معزز محترم خويندو غرونو
د لوی خدای نه تاسو ټول ته عظیم اجر او قداش وړم دا چې دغه پروګرام د چا د خوا څخه ترتیب شوی جوړ شوی دی د ټولو هغو وروڼو خویندو سعادت د لوی خدای څخه غواړم د داسې پروګرامونو ترتیب او نظم دی چې زموږ د ملت بیداری او تاریخي اصالت روښانه کوي د دې پروګرامونو په ترڅ کې دی چې د جهالت تیارې زموږ څخه فاصله نیسي زه په داسې حال کې چې د ارواښاد شهید سردار محمد داود خان د هغه د محترم ورور سردار محمد نعیم خان د هغه د ټولې کورنۍ شهادت او د هغې د شهادت تسلیت د هغې محترم کورنۍ ته ورکوم د افغانستان د میلیونو نورو شهداو هغوی چې خپل ځانونه د پتنګ په شکل باندې د خدای او د وطن د استقلال او د تمامیت نه په دفاع سره قرباني کړي دي ټولو دغو میندو ته زه د دغې پروګرام د طریق نه تسلیت عرض کوم زما محترمو خویندو ورونو بدون د شک نه چې د دې پروګرامونو په ارتباط باندې که موږ په شپو شپو کینو په دې باندې کتابونه نوشته کړو په دې باندې محافل دایرو دا به ډېر کم وي هغه نقطه چې موږ او تاسو ټولو ته نن شپه متوجه ده هغه دا ده چې د تیرو ترخو تجاربو نه موږ څه زده کړو هغوی چې یزیدوار د ډېرو حسنینو وجودونه ژوندي تر خاورو لاندې کړل لکه د سردار محمد داود خان فامیل همداسې لکه جلالي صاحب چې وویل زموږ د تره زوی مولانا وفي الله سمیع چې د عدلي وزیرو موسی شفیق زما خپل ګران ورور انجینر شهید حافظ الرحمن رحماني دا ټول ژوندي د خاورو لاندې خښ شو موږ باید دې ټکي ته متوجه شو چې څنګه کېدی شي چې د تیرو ترخو تجاربو څخه موږ داسې یو قیادت داسې یو رهبریت داسې یو لاره چې په هغې کې د افغانستان د ملت ټول اقشار او ملیتونه د صمیمیت د ورورګلوي او د قوت په فضا کې سره جمع شي او وکولی شي چې بیا دغه ملت د نورو ملتونو سره یو ځای د ارتقا او تعالي په صف کې ودروي دغه سوال نن شپه موږ او تاسو ټولو ته متوجه دی زه اطمینان لرم هغه میندې چې ځوان اولادونه یې د لاسه ورکړي هغوی همدا نن شپه په خوب کې خپل اولادونه ګوري چې د دوی د اولادونو سره یو ځای کېږي یا اولادونه دوی دعوت کوي ما د ډېرو مریضانو څخه دا خبره اورېدلې چې معمولا دوی شهید بچیان په خوب کې ګوري او دوی دعوتي میندې دعوت کوي چې تاسې راشئ زما سره یو ځای شئ مور یې په ډېر وارخطایي باندې د خوب څخه راپورته کېږي د ژړا څخه یې سترګې ډکې دي وجود یې د خولو نه ډک دی زړه یې په ټکهار دی په دربار دی د دغې میندو د قربانۍ په خاطر باندې
زما دعوت دغه مجلسنا او د ټولو او کسانو څخه چې دا پروګرام اوري دا دی چې نن د وجدان سازۍ ورځ ده. نن باید مونږ خپل وجدان ته متوجه شو. نن باید مونږ د قدرت سالۍ نه قدرت سالارۍ نه پناه واخلو. نن باید مونږ و تاسو یو بل ته نږدې شو. نن باید مونږ و تاسو د اسلامي او افغاني ورورګلوۍ داسې یو سخت جوړ کړو چې واقعاً د دې ملت اعاده او د دې ملت بیا په جهاني سطحه باندې راپورته کول مونږ و تاسو ټولو ته آرام او ساده ونیسي. خو دا آرام او ساده مسئله نه ده، دا یو ډېر غټ چلنج دی چې مونږ تاسو ټولو ته متوجه دي. راځئ چې نن شپه دغه فیصله وکړو د ځان سره چې قدرت ته ځان تسلیم نه کړو، ځکه د قدرت په نتیجه کې دی چې یزید جوړېږي او حسین د خاورو لاندې کوي او د هغه سر قطع کوي. راځئ چې نن شپه دا وعده وکړو د ځان سره چې یو بل درک کړو، یو بل وپېژنو او د تفاهم په نتیجه کې کوم چې د انساني کرامت یو غټه او مهمه وجیبه ده، مونږ تاسو یو بل سره یو موټی شو او د افغانستان په آبادۍ او تعالۍ کې سره یو ځای شو. یو جهان مننه ستاسې. لداتر صاحب رحمانی څخه تیره تیره مننه. در پهلوی شهدایی که نام بردیم و یادشان گرامی داشتیم و روحشان شاد خواستیم، جمع کثیری از استادای مجرب پوهنتون کابل و اکادمی های افغانستان بود که روحشان شاد. موسی شفیق صدراعظم افغانستان، نور احمد اعتمادی صدراعظم افغانستان، حتی مهدی ظفر نطاق بسیار بسیار زبده افغانستان هم قربانی از این دشتی ما شد با جام شهادت دوشید روی همه که شهدا هستن شاد باش. و او دید پروگرام بده برخه که خاغل استاد کاظم بیمار سخن هیله من یوشه استیش تا تشریف کاری کن خاقلی کازم بیمار. دیرو گرانو وطنوالو، خویندو، ورونو، ملګرو او دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله. زه مخکې د دې نه چې د شهید داود خان په باره کې هغه شعر چې ما لیکلی تاسو ته وړاندې کړم، زه فقط دوه پوښتنې لرم. اول د یاسینی صاحب راتک امریکا ته ښه راغلاست وایم، او هغه ته دا یو پیغام لرم، هغه دا چې د دوی سره د افغانستان په شورا کې هغه کسان یو ځای کینی چې د دې شهید مسئول دی، د دې شهید د فامیل مسئول دی. زه دا وایم چې که داود خان یا د ده ورور نعیم خان او یا د ده زامن فرض کړه چې د قدرت دپاره هلته ناست وو، کار نه کوو، او دې کمونستانو غوښتل چې دوی له منځه ویسي، نو د دوی
کوچنی لمسی و ایگل جان چې په هغه وخت کې درې کلن و د څه ګناه کړې او د مارکس او لینن د تیوري په اساس آیا هغوی د اطفالو وژلو ته اجازه ورکړې وه؟ نو زما خواهش د دې نه داری چې د ده نه دا پوښتنه وکړي چې د وایګل درې کلن او د میرویس پنځه کلن د دوی ګناه څه وي چې تاسو ووژنئ چې په اخره کې د دوی مړي د مور د سینې پورې نښتې و کله چې دا په ارګ کې ویشتلی و نو دی د خپلې مور په غېږ کې و او کله چې دېرش کاله وروسته دا مړی راووته دا طفل د مور د سینې پورې نښتی و. زما بله پوښتنه دا ده کله چې داود خان یو جهاني امپریالیزم ته تسلیم نه شو چې هغه سور استعمار نو ولې موږ نن یو بل استعمار ته تسلیمېږو؟ ولې موږ د بل استعمار بد هم نه وایو؟ موږ ته خپل وطن ګران دی، موږ د خپل وطن منافعو ته ډېر ارزښت ورکوو او هر هغه څوک چې زموږ د وطن منافع د پښو لاندې کوي هغه زموږ دښمنان دي. نو داود خان یو تصمیم نیولی و او هغه ویلی چې تصمیم شرط اول موفقیت است. نو زه به از دری ژبې د شاعر په شعر باندې دا خپل شعر شروع کړم چې هغه وایي چې یا جان رسد به جانان، یا جان رسد به جانان، یا جان ز تن برآید. نو داود خان د جانان دپاره خپل جان له لاسه ورکړ. د شهید داود خان په یاد چې له خپل هېواده جار شو قهرمان، چې له خپل هېواده جار شو قهرمانو په سرو وینو کې ډوب شوی داود خان. تسلیم نشو بې همته اهریمن ته، تسلیم نشو بې همته اهریمن ته، سر په لاس باندې ولاړو خپل دشمن ته، په ژړا ورپسې سر دا زوړ او ځوانو په سرو وینو کې ډوب شوی داود خان. کمونست ول چې تسلیم شه زموږ وار دی، کمونست ول چې تسلیم شه زموږ وار دی. بریژنوف او کی جی بی مو طرفدار دی او د داود توکل، د داود توکل په پاک سبحانو په سرو وینو کې ډوب شوی داود خانو. ماشومان لوڼې زامنې په ژړا وو منتظره دوی تصمیم ته د بابا وو. نو بابا ویلی چې پخوا مصر قربان وو په سرو وینو کې ډوب شوی داود خان. لکه مخکې چې ډاکټر صاحب کاظم وویلی ما او ټولو خلکو دا ویل چې داود خان سرداری دیوانه و، دی د څه شي دیوانه و، د په څه پسې لیونی و؟ لیونی و تل له غمه د وطن خپل، لیونی و تل له غمه د وطن خپل.
ورتگرانو همیشه دغه مسکن خپل نو زکتیر زکتیر لخپل فامیلو لخپل زانو پسروینو کی دوب شوی داود خان قربانی شول قربانی شول ویس خالد او هم زرلخته قربانی شول ویس خالد او هم زرلخته زارت رخ شوا زارت رخ شوا زارت رخ شوا دو دوی مور لبدا بخته او طول وطن که ده غمون و جور باران و پسروین و جلوب شوه داود خان د ماشوم میرویس د وینو رود روانو د ماشوم میرویس د وینو رود روانو او د مور غیب کې د مور غیب کې لګیدلی وای ګلجانو تل بدا د خپل بابا سره ګویانو تل بدا د خپل بابا سره ګویانو په سرو وینو کې ډوب شوی داود خانو حارس هم چې شو شهید پنځه کلن و حارس هم چې شو شهید پنځه کلن و د عمر سره یو ځای په سور کفن و او د شینکی د شینکی سره شهید هم نعیم خان و په سرو وینو کې ډوب شوی داود خان عایشه هیله غزاله او صفورا هم عایشه هیله غزاله او صفورا هم شهیدان شوي زینبا او شیما هم لدی درد هر افغان فغان فغانو پس روینو که دوب شوه داود خانو وطن خرس ترکه ببرک امین و وطن خرس ترکه ببرک امین و دستگیرو که کشمن که شرخ لعین و دروسی نظام مزدوری امام خانو پس روینو که دوب شوه داود خان چه سر ورکلی پا وطن نو افتخار شی چه سر ورکلی پا وطن نو افتخار شی نو داود شی لیوانه بند سردار شی او د جنت په لور خوشحال خوشحال روانو په سرو وینو کې ډوب شوی داود خان د بیمار په زړه کې ډېرې خاطرې دي د بیمار په زړه کې ډېرې خاطرې دي د وطن د قربانیانو سالګري دي او ځکه زړه لدی غما زکه زړه لدی غما په گیریانو په سرو وینو کې ډوب شوی داود خان د استاد بیمار څخه ډېره مننه دوستای عزیز حضرین محترم لطفا برسه که خلطای شبم آماده هست دوستایی که باقی ماندن اگر میان لطفا بسیار بسیار خلاصه بگیرن که ما برسیم و پروگرام ما تقریبا در این ساعت باید ختم میشد ولی اعتداد از وزار گرامی ما هنوز هم مانده تقاضای ما، التجای ما، امید ما و آرزوی ما از دوستایی است که وقت در نظر بگیرن و اتاق میفهمین دلهای که همین ما پرست دلهای ما برای گفتن بساز لبا لب لبریز از حرف هستیم لبریز از درد هستیم ولی امیدوار هستم که این تجمعات و این اجتماعات دوام بکنن و
و تبدیل به کنفرانس های شاعری، کنفرانس های تحقیقی در ابعاد زندگی، در ابعاد مختلف زندگی سردار محمد داود خان و روی هر بعد زندگی از او سمینار ها و کنفرانس های که وقت زیادی را هم باید داشته باشد در نظر گرفته شود و این شما امروز تعهد میکنید انشاءالله. تا چه حد با گفته ما هم عقیده هستند ببینیم صدای ما را یا همه گرسنه هستند و منتظر ازی هستند که انشاءالله به آخر پروگرام رسیم. صدای نمیشنم، آیا موافق هستید؟ محترم امان الدین وایس از فامیل شهید محمد یونس، شما عکس ای افسر عالی رتبه اردوی ملی افغانستان هم میبینید، تشریف میرن و در خصوص زندگی جنرال شهید محمد یونس خان برای شما گفتنی هایی دارن که امیدوار هستم خلاصه و کوتاه باشه. محترم امان الدین وایس، نام عزت مجازات و با سلام های گرم عزیزان محبه، مرحوم محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان از صفت افتخار و شرافت ملی با نصیب بوده، زیرا در تصمیم خود تردید نکرده بر حقانیت عقیده خود استوار و شهادت را بر اصالت ترجیح داد. شهادتشان مبارک. حال نقطه چندی در باره تورن جنرال ارکان حرب محمد یونس خان خدمت شما بزرگان مجلس. توران جنرال ارکان حرب محمد یونس خان فرزان مرد خدوی افغان زمین که پرستی عاشق میهنش بود، عمر پربار خود را صرف استقلال و تمامیت ارضی کشور خود کرد و یکی از وارثان رشته میراث عظیم و گران قدر آزاد بدون راه می توان گفت